با درود به بینندگان تلویزیون برابری، همونطور که همگی مطلعین، آمار خودکشی و اعدام در ایران روزانه افزایش پیدا کرده. واقعیت هم در کشورهای جهان به گونه بهداشت جهانی پیشگیری و مداخله از خودکشی موضوع مهمی برای همه مردم جهانه و به طور معمول سالانه یک نفر به ازای هر 5 الی 15 نفر خودکشی میکنه. سازمان پزشک قانونی وزارت بهداشت، مرکز آمار ایران یا سایر نهادهای دولتی هیچ آماری از خودکشی در ایران نمیدن به مردم و حالا ما به دلیلش یعنی بررسی میکنیم که چرا. و تنها چیزی رو که ما داریم، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا 18 شهریور اعلام کرد که 4000 نفر در سال در ایران خودکشی میکنن. اما جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ایران که یک انجمن مردم نهاده هیچ آماری رو اعلام نکرده، گفته ما هیچ آماری نداریم، ولی اون چیزی که مشاهده میکنیم یا به طور میدانی بررسی میکنیم به طور پیوسته خودکشی روند افزایشی در ایران داره. و در واقع همه ما میدونیم که عاملی که در واقع امیل دورکیم مطرح میکنه برای خودکشی، محیط اجتماعی رو مهمترین عامل در کنار مؤلفه‌ای مثل مسائل اقتصادی، فقر طبقاتی و دیگر مسائل مطرح میکنه. ما برای اینکه به مسئله خودکشی و اعدام که دو مؤلفه‌ای که جمهوری اسلامی اخیراً شدت زیادی داده به این مسئله، به خصوص بعد از خیزش در واقع جنبش زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی، ما برای بررسی بیشتر که چرا اصلا این همه خودکشی در اون جامعه اتفاق میفته و چرا آمار اعدام رو هر روز شدت بیشتری داره پیدا میکنه، همراه میشیم با مرجان افتخاری، فعال سیاسی چپ، و شهلا محمدی، روزنامه‌نگار. با درود و خوش آمد به شما و ممنون از اینکه این دعوت رو پذیرفتین. گفتگو رو اگه اجازه بدین با مرجان شروع میکنم. مرجان، علت گستردگی خودکشی رو در ایران چگونه بررسی میکنی؟ من درود میگم به هر دوی شما و تشکر میکنم از دعوتی که از من در من آوردید. ببینید، به نظر من خودکشی رو باید توی بستر شرایط عینی که مردم توی اون شرایط زندگی میکنن در کلیتش در نظر گرفت. شرایط عینی هم وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هست که مردم یه جامعه با اون روبرو هستن. وقتی مردم به ویژه لایه‌های پایینی اجتماع، طبقه کارگر، تهیدستان، بازنشستگان و حتی معلمان رو من میتونم بگم درمانده از تأمین حداقل های زندگیشون هستن، یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و همینطور درمان، دارو، درمان، آموزش. بعد شما میبینید که این شرایطی که غیر قابل تحمل هستش برای مردم از نظر اقتصادی، بعد از نظر سیاسی هم نگاه میکنیم، میبینیم که مردم حق هیچ نوع انتخابی رو در واقع ندارن، هیچ اعتراضی، همه اعتراضات با سرکوب و زندان به هر حال ختم میشه و حق داشتن تشکل رو ندارن، هیچ حزبی ندارن، هیچ سازمانی رو ندارن. فقط اینجا
سرکوب و در نهایت زندانه که جای همه این نهادهای اجتماعی رو گرفته. بعد از نظر اجتماعی و همینطور از نظر فرهنگی هم که نگاه بکنیم، ما می‌بینیم که این رژیم یه رژیم ایدئولوژیک هستش و با یه سری خرافات و یه سری عقاید عقب مانده فاسد و تهی از واقعیت، از 1400 سال پیش میاد و در واقع اساسا زندگی مردم رو محدود میکنه به این تبلیغات و ترویج و تبلیغ این سیاست های خودش. مثلا شما نگاه کنید، از مردم شادی رو گرفت، نه تنها رفاه رو گرفتن، شادی های معمولی رو هم از مردم گرفتن. در واقع مردم حق این که به اصطلاح آواز بخوانن، برقصن، فیلمی رو که دوست دارن، علاقه دارن ببینن، یا اینکه مثلا حتی ورزش. ورزش یه مسئله هستش که الان زنان سالهاست محروم بودن از ورزش کردن توی محیط باز. همه اینها رو از مردم گرفتن و به جاش همون خرافات و همون افکار و تفکر 1400 سال پیش رو جایگزینش کردن. حالا دیگه همچین شرایطی که مردم از نظر اقتصادی در تنگنا هستن، از نظر سیاسی هم توضیح دادم که تمام نهادهای اجتماعی رو از مردم گرفتن، بعد میمونه اینجا در واقع سه حالت پیش میاد: یا مردم به مبارزه ادامه میدن و فکر میکنن که تنها راه نجاتشون از این شرایط مبارزه و گرفتن حق خودشون هست، و یا نه، دسته دیگه و باری به هر جهت میگذرونن، یعنی فکر میکنن خب این شرایط هست، نمیتونیم تغییرش بدیم، نمیتونیم هیچ وضعیت خودونو بهتر کنیم، با این شرایط در واقع میسازن. بعضی هم هستن که واکنش دیگه ای دارن که به نظر من واکنش درستی نیست، دست به خودکشی میزنن. و من متاسفم که الان بگم که همین امروز یکی از کارگران ذوب آهن اصفهان به اسم آقای اصغر موسوی که اینو در واقع اخراجش کردن، این بنزین ریخت روی خودش و خودسوزی کرد، که گفته میشه که همکاراش تونستن تا حدودی مهار کنن این مسئله رو، بین 40-50% این دچار سوختگی شده. حالا نگاه کنید به اینکه چقدر این هزینه میبره و چه تبعاتی برای سلامتی این فرد داره. به هر حال من فکر میکنم که، یا مثلا ما هفته پیش خودکشی کیانوش سنجری رو داشتیم که در واقع برای یه سری آرمانهاش بارها شکنجه شده بود، 9 بار فقط بهش شوک الکتریکی داده بودن و بارها زندان شده بود تحت فشارهای روحی و روانی. نمیخواستم اضافه کنم که مردم تو این شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحت فشارهای روحی و روانی زیادی هستن. بعضی از اینها همطور که گفتم میتونن تاب بیارن و میگن تنها راه ما مبارزه با این شرایطه، و بعضی هم مثل کیانوش سنجری با اینکه سالها مبارزه کرده، با اینکه زیر فشار زندان و شکنجه مقاومت کرده، ولی در نهایت برای، حالا من دقیقا هم نمیدونم واقعا، یعنی اینقدر مبهم بود که نمیتونیم به صراحت
در موردش صحبت کنیم، میاد و دست به خودکشی میزنه. یا آرزو خاور، دانش آموزی که به خاطر پوشیدن یک شلوار جین، اینه که من میگم تحت فشارهای اجتماعی و فرهنگی، درست، به خاطر فشاری که بهش اومده میاد خودکشی میکنه. ما واقعا با این سه دسته الان روبرو هستیم. من اینجور برای بردش کردم، یعنی سه دسته کردم اینا رو. بعضی ها به خاطر آرمان هاشون، به خصوص اون آرمان آزادی، بعضی هم به خاطر تنگه های اقتصادی، بعضی هم به خاطر فشارهای اجتماعی و سیاسی و سرکوبی که در جامعه وجود داره، یک چنین اقدامی رو میکنن که مورد تایید من نیست. من فکر میکنم که باید مبارزه رو انتخاب کرد. مرسی. بعد بهش میپردازیم دوباره که ببینیم راهای پیشگیری و چیزش چطوره. شهر جان، واقعیتمون این که تو این جامعه ما روز به روز آمار داره افزایش پیدا میکنه. خب مارکس اینو عوامل اقتصادی و طبقاتی میدونه، بعد همونجور گفتم دورکیم اینو برای این مبنا میدونه که رویاهای فرد در واقع همونجوری که یه تیکه رو الان مرجان عزیز توضیح داد، وقتی رویاهای یک فرد بیرحمانه مورد سرکوب قرار میگیره، احساسات و عواطفش تحت نظارت ظالمانه جامعه قرار میگیره، مثل اون بچه، میان دست به یک همچین کاری میزنن. از دید تو، در واقع میخوام ببینم از دید شما، این گستردگی که بخصوص تو جامعه ایران داره، و این مسئله فقط خودکشی نیست، یعنی عملا ما دیدیم وقتی 1401 یک عده از زندان اومده بودن بیرون، تحت نام خودکشی تو خونه و قتلایی بود که خود نظام با عواملش در انجام میداد و اسم اون رو خودکشی میذاشت. ولی در مجموع آمار خودکشی در ایران بالاست، رو به افزایشه. شما چی میبینید؟ خب ضمن درود بر شما و همچنین بیننده ها و مهمان گرامی، همونطور که خود شما اشاره کردید و مهمان گرامی هم توضیح دادن، عوامل مختلفی در افزایش خودکشی تأثیر داره. ولی من میخواستم اول به آماری اشاره کنم که وجود داره. آمار متناقضی که ارائه میشه، عامل اصلی این هستش ما مطمئن نباشیم که خودکشی در ایران چگونه هستش. بیشتر رسانه‌های ایران به جای اینکه بتونن آمار رو ارائه بدن و راه‌حل‌ها رو ارائه بدن، به جای اون دارن با روحیه و روان مردم دارن بازی می‌کنن، و به نظر من همین تشدید خشونت و ترویج خشونت خودش یکی از عوامل اصلی خودکشی در ایران هستش. مثلا در یکی از آمارهایی که ارائه شده، خود شما اشاره کردید که گفتن 4000 نفر، ولی در آمار متناقض دیگه‌ای که ارائه دادن گفتن در هر سال 7000 نفر، در حالی که اونچه که ما میبینیم واقعیت این هستش که آمار بسیار زیاد هستش و اینکه عادی سازی میشه از طرف همین هایی که دارن این آمار رو ارائه میدن، دارن عادی سازی میکنن. وقتی در مورد خشونت صحبت میکنن، در مورد خودکشی صحبت میکنن، این رو مقایسه میکنن با جهان، در حالی که ما شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هر کشور رو بر اساس خودش میسنجیم، نه بر اساس اینکه در جای جای دنیا چه خبر هستش. مثلا الان در یه سری کشورها ناامنی وجود داره، در یه سری کشورها کل اقتصاد اون کشور رو به نابودی هستش، پس ما نمیتونیم بگیم چون در فلان کشور آمار بیشتر هستش پس عادیه در کشور ما هم آمار بیشتر باشه. و اینکه پایین اومدن سن خودکشی هستش. وقتی در مورد خودکشی صحبت میکنیم، ما باید در مورد اون مسائل و پدیده هایی که واقعا باید در موردشون صحبت بشه بهشون اشاره کنیم. مثلا همون دوستمون هم اشاره کردن که آرزو خاوری به خاطر چی
به خاطر اینکه اون خشونت سیستماتیکی که در خود ساختار جمهوری اسلامی وجود داره عامل اصلی این خودکشی هستش، وگرنه اون دختر داشت زندگی عادی خودش رو انجام میداد، یکی از شاگردای مدرسه بود، زندگی عادی داشت. یا یعنی اینکه یکی دیگه از افرادی که خودکشی کردن آیناز کریمی بودن که به خاطر همین مسئله خشونتی که در مدارس وجود داره خودکشی کرده. یعنی از ابتدای سال جاری تا کنون، در حالی که بعضی از رسانه های خود جمهوری اسلامی میگن 16 دانش آموز، ولی بر اساس اونچه که منتشر شده 27 دانش آموز تا کنون اقدام به خودکشی کردن و چند تاشون فکر کنم حدود 31 دانش آموز اقدام به خودکشی کردن و 27 تاشون جونشون رو از دست دادن، و این یعنی آمار وحشتناک. وقتی ما میبینیم که یک کودک 12-13 ساله که احتمالاً نباید دغدغه اقتصادی داشته باشه، نباید دغدغه زندگی اجتماعی داشته باشه و نباید کلن هیچ دغدغه الا درس خوندن خودش رو داشته باشه، اقدام به خودکشی میکنه، یعنی فاجعه در یک کشور. و یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که همین دولت و ساختاری که داره ترویج خشونت میکنه، خودش داره لاپوشونی میکنه این خشونتی که در جامعه وجود داره، خودکشی هایی که در جامعه وجود داره. مثلا یکی از گزارش هایی که من امروز میخوندم داره میگه که آیا مسئله آموزش و پرورش هستش اساسا خودکشی دانش آموزان؟ خب اصلا این سوال نداره، مطمئنن مسئله باید آموزش و پرورش داشته باشه. وقتی یکی فکر کنم اسمشون دنیا بود در شهر پاوه اقدام به خودکشی کردن، وقتی عامل اصلیش خانواده هستش، ولی آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد رسمی حکومت که میتونست این دانش آموز رو حفظ کنه، یک جایی براش تأمین کنه که خشونت پدر رو حداقل این خشونت رو تجربه نکنه، پس این خود آموزش و پرورش هستش که عامل اصلی هستش. و یکی از مسائلی هم که وجود داره این که ما هیچ وقت اشاره ای نمی کنن که آیا این دانش آموز از ابتدای سال تحصیلی آیا اقدام به خودکشی کردن یا در دوران تعطیلی تابستانی بوده، چون این یکی از مسائل مهم هستش. چرا باید یک دانش آموز در مدرسه اینقدر تحت فشار روحی روانی باشه که اقدام به خودکشی کنه؟ یا اینکه اگه در خانواده مشکلاتی داره، چرا هیچ نهاد حکومتی نیستش که بتونه حل کنه مسائل این دانش آموزان رو؟ و در کنارش یکی از مسائلی هم که وجود داره اینه، خودکشی الان مسئله تنها مسئله اقتصادی نیستش. مثلا در هفته گذشته یک وکیل خودش و همسرش و پسر 12 ساله خودش رو به قتل رسوند. خودکشی خانوادگی الان داره صورت میگیره. مثلا در یکی از شهرها یک فرد 5 نفر از اعضای خانواده خودش و خودش رو کشته بود. این یعنی فاجعه در کل جامعه. و اصلی ترین مسئله هم این هستش که ساختار کل اون حکومتی که داره حکمرانی میکنه یک ساختار خشونت پرور هستش که داره خشونت رو ترویج میکنه. وقتی ما در هفته گذشته اعدام رو در ملأ عام شاهد بودیم، همین دانش آموزان هستن، همین مردم عادی هستن و همین مردمی هستن که هیچ آشنایی با مسائل سلامت اجتماعی، سلامت روان ندارن و میرن میبینن، شاهد هستن که چگونه اعدام صورت میگیره. و همین ها هم هستن که باز اون خشونت رو تکرار میکنن در خانه خودشون، حالا چه علیه خودشون باشه و چه علیه اعضای دیگر خانوادهشون باشه. و وقتی ما هر روز شاهد این هستیم که داره آمار اعدام ها افزایش پیدا میکنه، به نظر من خود انتخاب این دو مورد با هم مسئله مهمی هستش. چون وقتی اعدام ها داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد بودیم چقدر خشونت دولتی افزایش پیدا کرده، خشونت اجتماعی هم در کنارش و خودکشی هم در کنارش افزایش پیدا کرده. مثلا از 2 سال گذشته که ما شاهد خشونت های زیادی بودیم که حکومت داره علیه مردم انجام میده، در کنارش زنکشی هم خیلی زیاد شده، در کنارش کودک کشی زیاد شده، در کنارش اتفاقا آمار نزاع و درگیری خیابانی یکی از آمار وحشتناکی هستش که در ایران الان داره اتفاق میفته. و این یعنی چرخه خشونت، یعنی خود
حاکمیت عامل اصلی این افزایش چرخه خشونت هستش و خودش داره خشونت رو ترویج میکنه و اتفاقا هیچ راه حلی هم ارائه نمیده. در کنارش ما نمیبینیم که یک نهادی وجود داشته باشه، به جای اینکه نهادهایی که وجود دارن در این مورد ریشه یابی کنن مسائل این چنینی رو، برعکس دارن عادی سازی میکنن. مثلا در هفته گذشته ایرنا به عنوان یک خبرگزاری رسمی، یکی از شاید برای خودشون بهترین روزنامه نگارشون رو از دست دادن که زنکشی بود و توسط همسرش به قتل رسید. ولی وقتی ما تیتر این خبر رو خوندیم، خیلی جالب نوشته بود که در بهار عمرش، نمیدونم یه همچین مسئله شاعرانه‌ای که انگار اون فرد یک دوره بیماری، بهار عمرش به پایان رسید. آره بهار عمرش به پایان رسید دقیقا. یعنی این یعنی چی؟ زنکشی اتفاق افتاده، داریم از خشونت صحبت میکنیم. ما در آستانه 25 نوامبر هستیم و همه جهان داره در مورد زنکشی صحبت میکنه. این یعنی چی اینقدر عادی سازی کنی؟ یعنی یک رسانه که من دارم براش کار میکنم نتونه یک تیتر خبری در مورد قتلی که انجام شده ارائه بده؟ یعنی چی؟ این یعنی فاجعه، یعنی فاجعه در رسانه. در ما چهار نهاد داریم که این نهادها باید همشون در کنار هم علیه این خشونت باشن و نهاد رسانه به عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی در جهان، چهارمین رکن اساسی دموکراسی در جهان شناخته میشه. ولی وقتی اینو بذار تو مرحله ای که چه راهحلی رو پیشنهاد میدیم بهش میتونیم دوباره بپردازیم که بتونه مرجانم صحبت کنه. و هر دوی شما به یه نکته ای رو در ارتباط با مدارس اشاره کردین، یه به نظر من یه اشاره بسیار درستی بوده. وقتی که در مدارس مسئله ایدئولوژی حاکمیت مطرح میشه و اون چیزی رو که مرجان مطرح کرد، یعنی اون چیزی رو که 1400 سال پیش میخوان بر بچه ها تحمیل کنن قوانین اون دوره رو بر الان، یعنی فشار روانی رو بچه ها افزایش دادن و بچه ها رو اونقدر تحت فشار روحی روانی میذارن که فرد مجبور میشه اقدام آخر خودش رو بذاره برای رهایی از اون فشار دست به خودکشی بزنه، که منم البته باهاش موافق نیستم ولی بهش خواهیم پرداخت. من به نظرم هر دوی شما اینکه چرا این خودکشی داره گسترش پیدا میکنه و اینکه حاکمیت چه نقشی در این خودکشی ها داره رو تا حدودی هر دوتون مطرح کردین، مسئله ایدئولوژی و چیزو. مرجان شما سال 60 خب تو زندان بودی، شرایط بسیار سختی رو گذروندی، 67 هم دیدی، ولی یعنی اقدام به خودکشی نکردی، میای به مبارزه در اون مرحله ادامه دادی تا اینکه رژیم مجبور شد که در واقع جزء معدود افرادهایی هستین که از زندان اومدی بیرون و بتونی به زندگیت ادامه بدی. یعنی اون امید تو رو هیچ وقت به مرحله مرگ و خودکشی نکشونده. خودت چه راه حلی رو پیشنهاد میکنی؟ چه چیزی رو فکر میکنی باید در اونجا تغییری ایجاد بشه که این بچه ها، من کاملا با حرف هر دوتای شما اینکه حاکمیت نقش اساسی در این مسئله داره، اون ترویج آموزش و پرورشی که در مدرسه داره انجام میده و همیشه آقای رسول بداغی که الان در زندانه یا معلمین دیگه آقای عبدی و دیگران دارن مطرح میکنن، مسئله اقتصادی و طبقه بندی کردن آموزش و پرورش فشار روحی روانی بر بچه ها و بنز ما میگه اگه اون بچه از اتنیکای جامعه باشه، جز مهاجرین جامعه باشه، فشار روش دوچندان خواهد بود. خودت چه راهحلی رو پیشنهاد میکنی؟ من یه اشاره کوچیکی بکنم به نقش حاکمیت. ببینید حاکمیت تو تمامی دنیا، تو تمامی کشورها، تمامی ابزار قدرت رو تو دست داره. یعنی از نظر مالی، بودجه مالی، از نظر ارتش، قوه قضاییه، نیروهای مختلف سرکوب،
که الان توی ایران ما چندین نیروی سرکوب داریم، نه علاوه بر ارتش، سپاه، اطلاعاتی امنیتی ها، بسیجی ها، لباس شخصی ها هم داریم. بنابراین تمامی ابزار در دست حاکمیت هست و این حاکمیت هستش که در واقع این خشونتی رو که الان دوستمون شهلا مطرح میکنه، مطرح کرد، در تمامی زمینه ها، چه آموزش و پرورش، چه زنکشی، چه زن ستیزی و خودکشی هایی که آمارش هم تا حدودی دادند و من تشکر میکنم، همه اینا در واقع یه حاکمیت تمامی قدرت رو در دست داره توی این زمینه ها. حالا در مورد اینکه ما چه کار باید، چه میتونیم بکنیم، به نظرم ما دیگه تو دهه 60 و 70 و حتی تو دهه 80 نیستیم. درک و آگاهی مردم تغییر کرده. مردم خیلی آگاهتر به شرایط زندگیشون نگاه میکنن، به وضعیت موجود، به حاکمیت. من یادمه تو دهه 60 مردم، حتی دهه 70 مردم خیلی مذهبی بودن و این تغییرات رو ما از در واقع میتونم اینطوری بگم از مبارزات مردم کف خیابون مشاهده میکنیم. موقعی که بازنشسته ها میان توی خیابون و آزادی آهو دریایی رو مطرح میکنن، نشون میده که درست چند روز بعد از دستگیری آهو دریایی بازنشسته ها این رو مطرح میکنن، یه خواست خیلی مشخصی هستش و در مقابل سرکوبی که در جامعه هست این رو مطرح میکنن. یا کارگران فقط مسائل معیشتیشون رو مطرح نمی کنن، بلکه یه سری مسائل دیگه، از جمله این که نمیخوان جنگ، نمیخوان نه به جنگ رو مطرح میکنن. نشون میده که ما با دهه 60 و 70 و حتی دهه 80 از نظر رشد و آگاهی فاصله زیادی رو مردم گرفتن، آگاهتر شدن و این خیلی هم طبیعیه به نظر من. یعنی اگر که روند این مبارزات رو ببینیم به اینجا میرسیم و من فکر میکنم که اون چیزی رو که ما در واقع میتونیم پیشنهاد بدیم، یعنی البته یه چیزی رو هم خیلی مشخص من بگم اینجا، من شخصا خود من که اون شرایط نیستم که بخوام مثلا اینجا در واقع پیشنهاد مشخصی رو مطرح بکنم. باید توی شرایط عینی جامعه بود و اون شرایط عینی رو لمس کرد و آنالیزش کرد و راهکارهایی رو توی این رابطه مطرح کرد. به نظرم میاد که اون چیزی که خیلی اهمیت داره این که اتحاد و همبستگی مردم در مبارزه است. این تنها چیزی که ما از نه تنها حالا دهه 60 و 70 و اینا، حتی من یادم موقعی که من دانشجو بودم دهه 50 مسئله اتحاد و مبارزه رو مطرح میکردیم. این همبستگی و اتحادی رو که مردم میتونن در مبارزه داشته باشن و به نظرم یه چیز ضروری هستش و مبارزه به همراه خودش امید میاره، همطور که تیتر برنامه شما هستش، به همراه خودش تغییر میاره، تغییر شرایط زندگی مردم. و من فکر میکنم که باید بیشتر روی الان شما نگاه کنید، ما بازنشستگان رو داریم که دارن مبارزه میکنن، معلمان رو داریم که دارن مبارزه میکنن، کارگران رو همینطور، دانشجویان و زنان همینطور، به خصوص زنان.
اما اون چیزی که کمبودش رو واقعا ما از دور احساس میکنیم همبستگی و اتحاد این نیروهایی هستش که باید برای یک مبارزه نهایی، برای یک مبارزه‌ای که تغییر شرایط رو تغییر بده، این رو کمبودش رو ما، یعنی من در واقع احساس میکنم اینو و فکر میکنم که تنها چیزی که این در مبارزات این همه این سالها از دیماه 96 به خصوص نقطه عطف هستش، آبان 98 و مبارزات جنبش زنان در 1401، چیزی رو که آدم اون کمبود رو که احساس میکنه این که اینا به همدیگه پیوسته نیستن، همبستگی در بین اینها نیست. بنابراین من فکر میکنم که اون خلأ همبستگی و اتحاد مبارزاتی تنها چیزی هست که حالا بازم میگم باید توی شرایط مشخص در دل مبارزه بود، میتونه به تغییر شرایط برای زندگی بهتر، برای شرایط بهتر، برای اینکه این شرایطی که الان مردم توش دارن زندگی میکنن تغییر پیدا بکنه، اون اتحاد و همبستگی هست که بین همه این نیروهایی که در زمین مبارزه دارن به تنهایی مبارزه میکنن به وجود بیاد. در غیر این صورت هر کدوم از این گروه ها به تنهایی بخوان برای خودشون مبارزه رو پیش ببرن، راه به جایی نداره. و به خصوص که ما، یعنی من، شما به نظرم شهلا خیلی جوانتر از من هستش، ما این همبستگی و اتحاد رو در سال 57 شاهدش بودیم که موجبه که اتفاقا و چقدر خوب که باعث سرنگونی یک رژیم توتالیتر دیکتاتوری و تمامیت خواهی در اون شرایط بود. این شرایط عینی مبارزه رو به ما نشون میده. مرسی مرجان جان. واقعیت ما الان در شرایط بسیار همونجور که گفتی از لحاظ همبستگی در شرایط قرار داریم که بتونیم با یک همبستگی، البته به درستی این همبستگی که ما مطرح میکنیم این نیست که ما بیایم بگیم همبستگی با سلطنت طلبایی که دائما دارن در واقع نفت تو آتیش جمهوری اسلامی میریزن، شعله برترش میکنن بر علیه نیروهای مردمی. ما باید اتحاد بیشتری داشته باشیم. ما وقتی میبینیم که نظام داره کسایی رو حکم اعدام برای کسایی صادر میکنه که در جهان مسئله داعش با عنوان یک نیروی بوده که همه جهان رو تهدید میکرده و زنانی که تونستن در یک منطقه هم اتحاد با یک دیگر در مقابلش وایستن و اونو به عقب نشینی و به شکست وادار کنن، چنین زنانی رو الان تحت نام همان به مسئله اعدام محکوم میکنه. ما وقتی با اعدام بریشه مرادی همراه میشیم، ما وقتی با اعدام پخشان عزیزی همراه میشیم، بعد با اعدام نیروهای اکباتان، بچه های اکباتان که در 1401 واقعا تلاش کردن و هیچ چیزی رو انجام ندادن، یک فرد در یک منطقه دیگه کشته شده و اینا دارن، یعنی با یک رژیم فاشیستی که برای وحشت نمیدونه چه کاری باید انجام بده. درسته که ما نمیتونیم، البته من مرجان جان تمام، یعنی مبارزاتی که در 96 98 1401 اتفاق افتاد اینا رو در همبستگی و در واقع رو به جلو میبینم. حالا کجا دوباره این انفجار صورت بگیره و بخواد تداوم بده نمیدونم،
ولی اینا رو به هم وابسته میبینم. ولی بشنویم از شهلای عزیز که در واقع شما چه نظری داری، چه چیزی رو، چه در واقع راه حلی رو پیشنهاد میکنی به عنوان یک روزنامه نگار و به عنوان یک نیروی جوان؟ مرسی، ممنون. راستش من در ابتدا میخوام به همه افرادی که این برنامه رو میبینن و همه افرادی که شاید این برنامه رو ببینن در آینده پیشنهاد میکنم اگه قصد دارن به هر دلیلی تفکر این رو دارن که شاید به زندگی خودشون پایان بدن، ابتدا با 123 ایران تماس بگیرن. اگه در داخل ایران هستن و در کشوری که هستن و ساکن هستن با شماره اورژانس اون کشور خودشون تماس بگیرن، چون این مهمترین عاملی هستش که میتونه بازدارنده باشه در اقدام به خودکشی. و در مرحله دوم ما باید نهادهایی تشکیل بدیم. خب دو سویه داره این مسئله. یکی حکومت هستش، همونطور که دوستمون هم گفتن در تمام دنیا حاکمیت ها همه نیروها رو در دستشون دارن، ولی البته شرایط و قوانین هر کشور متفاوت هستش و شاید در بعضی از کشورها راه‌حل‌هایی داره ارائه میشه برای بهتر زیستن و سلامت روان و سلامت اجتماعی اون افرادی که در اون کشور هستن، و شهروندان هر کشوری حق و حقوقی دارن با وجود اینکه ما انتقاد داریم از تمام حاکمیت هایی که وجود دارن. ولی در ایران مسئله این هستش که هیچ نهاد حکومتی نمیتونه راه حل ارائه بده. حالا ما این مسئله رو مطرح میکنیم که میکشه. آره، به خودش عامل اصلی قتل و مرگ عزیزان ما هستش. ولی نهادهای مدنی به نظر من یکی از راه حل‌های مهم هستن که میتونن ارائه بدن این مسئله رو و کمک کنن به مردم و افرادی که خشونت دیده هستن، افرادی که تحت ستم هستن. و مثلا ما خانه‌های امن رو داریم در ایران، خانه‌های امنی که وابسته به بهزیستی نیستن، از طرف خود زنان تشکیل شده. و این خانه های امن وقتی تشکیل میشه هم از قتل ناموسی جلوگیری میکنن و هم از زنانی که دارن به خودکشی فکر میکنن به اونا هم کمک میکنه و مانع این میشه که اینا هم دست به خودکشی بزنن. و این نهاد مدنی که کاملا زنان اون رو در اختیار دارن، اتفاقا خیلی هم خوب به زنان دارن کمک میکنن، یه راه حل هایی ارائه میدن به زنانی که کار ندارن، براشون شغل پیدا میکنن، برای زنانی که خشونت دیده هستن روانشناس براشون معرفی میکنن، و اگه میخوان جدا بشن از همسرشون بهشون وکیل معرفی میکنن، و اینا همشون رایگان کار میکنن برای این زنان. پس نهادهای امنی، انجمنهای مردم نهادن. بله، این انجمنهای مردم نهاد خیلی عامل اصلی هستن که در این که در مقابل حکومت قرار بگیرن. مثلا همین الان در تابستان گذشته ما بیشترین آتش سوزی ها رو در جنگل های زاگرس داشتیم، ولی دولت در اطفای این حریق ها هیچ نقشی نداشت. خود این انجمنهای مردم نهاد بودن که این آتش ها رو خاموش کردن. و خیلی از مسائل دیگه، مثلا انجمن جیوانو که در شهر سنندج تشکیل شد و همه افرادی که در این انجمن وجود داشتن زنان بودن، وکلا بودن، روانشناس بودن، جامعه شناس بودن، و چون خود حاکمیت هم از این انجمن ها ترس داره، همین که اعتراضات شروع شد اولین افرادی که دستگیر کردن همین افرادی بودن که در این انجمن ها کار میکردن. و الان انجمن جیوانو یکی از انجمن هایی هستش که بیشترین افرادش در زندان هستن یا با مجازات های متفاوتی روبرو شدن. پس حاکمیت واقعا از این انجمنهای مردم نهاد میترسه، ولی ما این یک راه حل هستش برای تشکلیابی خود مردم هم. مثلا منی که با هیچ نهادی هیچ رابطه‌ای ندارم و هیچ آشنایی باشون ندارم، وقتی یک انجمن زنان رو میبینم که حامی من هستش و من رو از خشونت خانگی که وجود داره نجات میده، پس با تشکلیابی هم آشنا میشم. و این یک راه حل خیلی مهم هستش در افرادی که
در ایران هستن و میتونن کار کنن، حالا مدرک‌های مختلف دارن یا توانایی اقتصادیش رو دارن یا دوستانی دارن که میتونن با هم دیگه به عنوان گروه کار کنن. بله مجازات داره، بیشتر این انجمن‌ها به وابسته بودن به کشورهای خارجی متهم میشن، ولی در عوضش خیلی تاثیر دارن. همین انجمن‌ها میتونن نجات دهنده بسیاری از افرادی باشن که تحت خشونت هستن، بسیاری از افرادی که توانایی اقتصادی کمی دارن. مثلا ما در اعتراضات 1401 هم داشتیم، در دوران کرونا هم داشتیم. یکی از گروه‌هایی که بیشترین کمک رو به مردم می‌کرد همین گروه‌ها و انجمن‌های مردم نهاد بودن که از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی به خانواده‌هایی که مشکلات اقتصادی داشتن کمک می‌کردن و این باعث میشه که اون خانواده حداقل برای اون مدت امنیت داشته باشه، امنیت اقتصادی داشته باشه و حداقل اون فرد تحت فشار روحی روانی اقتصادی نباشه که اقدام به خودکشی کنه. این یکی از راحل ها هستش و یکی دیگه از راحل ها به نظر من رسانه هستش. رسانه خیلی تأثیر داره در ترویج. حالا اگه ما در مورد خشونت صحبت میکنیم، ما باید ترویج ضد خشونت بدیم. اگه در مورد خودکشی داریم صحبت میکنیم، راهکارها و عوامل رو بررسی کنیم و با مردم باشیم، در کنار مردم باشیم. یکی از مسائلی هم که میخوام اینجا اشاره کنم، همونطور که در صحبت اولم داشتم میگفتم، این هستش که نهاد رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی که در جهان بهش اشاره میشه، با این عنوان شناخته میشه، در ایران کاملا در اختیار حکومت هستش. ما چند نظری داریم در مورد رسانه که رسانه چگونه عمل میکنه، رسانه آزاد، رسانه که در جهت دیکتاتوری داره کار میکنه و خب مثلا دیگه هم که هستش. اتفاقا یکی از مسائلی که وجود داره، با وجود این که ما شاهد این هستیم در طول چند سال گذشته روزنامه‌نگاران توانمندی از ایران خارج شدن و در خود همون رسانه‌ها کار می‌کردن، در وقتی در اون رسانه هستن مجبور هستن تحت اون شرایط کار کنن، ولی وقتی بیرون از ایران کار می‌کنن می‌بینی که چقدر افراد توانمندی هستن و در جهت منافع مردم و جامعه دارن کار میکنن. ولی به نظر من این هستش که الان هم روزنامه‌نگاران زیادی رو داریم که در زندان‌های ایران هستن، در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و اینا منافع مردم رو در نظر گرفتن. با وجود همه خطراتی که وجود داره، در موارد اجتماعی باید این خبرنگاران با وجود اینکه در نهادهای وابسته به حاکمیت هم دارن کار میکنن، باید استقلال خودشون رو در حداقل در یک سری موارد حفظ کنن و در جهت همون سرکوبی که حاکمیت داره ارائه میده در روزنامه ها و در رسانه هاش، در اون جهت کار نکنن. و این یکی از مسائل مهمی هستش که شاید تأثیر داشته باشه در کاهش خشونت، کاهش زنکشی، کاهش خودکشی و کاهش همه پدیده های اجتماعی سیاسی که در ایران ما شاهدش هستیم. پس رسانه، خبرنگاران، حتی اگه به صورت فردی باشه، خیلی تأثیر دارن. وقتی ما در مورد یک سری مسائل اطلاع رسانی می کنیم، مثلا یکی از روزنامه‌نگاران در مورد این اطلاع رسانی کرده بود که در مدارس ایران دارن خانواده هایی که فقیر هستن رو ناچار می کنن به اینکه در اون مدارس کار کنن. مادر اون دانش آموز میاد در اون مدرسه کار می کنه تا بتونه به جای شهریه دارن ازش قبول می کنن. و وقتی اطلاع رسانی شد در این مورد، خب اونا مجبور شدن که به این مسئله رسیدگی کنن. وقتی در مورد آهوده دریایی در اون حد ما دیدیم که در موردش اطلاع رسانی شد، همه نهادهای جمهوری اسلامی مجبور شدن. و امروز و دیروز آخرین خبری که در مورد ایشون منتشر شد این بود که بعد اینکه از کلینیک روانی ایشون رو مرخص کردن، به خانواده‌اش تحویل دادن. و این یعنی ما میتونیم حکومت رو تحت فشار قرار بدیم و در مواردی که باید پاسخگو باشه پاسخگوش کنیم، حتی در مورد خودکشی ها. مثلا در مورد دانش آموزان، وقتی این همه در موردش صحبت شد که چرا باید دانش آموزان خودکشی کنن و سن خودکشی ها باید انقدر
کارش پیدا کنه، اونا مجبور هستن که پاسخگو باشن و نهاد رسانه مهمترین نهادی هستش که میتونه تأثیر داشته باشه. ما در رسانه شیوه خبررسانیمون، حتی انتخاب یک تیتر خبری میتونه تأثیر داشته باشه در کل سلامت روان اون جامعه و این رو باید خیلی جدی بگیریم، چون همین رسانه های اجتماعی و همین رسانه هایی که ما داریم روشون کار میکنیم یکی از عوامل در کنار همه مسائلی که در ایران وجود داره، یکی از عوامل افزایش خودکشی، افزایش و افزایش خود خشونت هستن. مثلا بسیاری از دانش آموزانی که در کودکی مجبور هستن و خودش اقدام به خودکشی میکنن، یکی از عواملش همین رسانه های اجتماعی هستن. وقتی میبینی که اینا مقایسه میکنن شرایط زندگی خودشون رو با شرایط زندگی افراد دیگه و دارن میبینن که چقدر فاصله طبقاتی وجود داره، در حالی که وقتی ما دوران کودکی داشتیم اصلا در این مورد اطلاعی نداشتیم، رسانه‌ای وجود نداشت یا شبکه اجتماعی وجود نداشت که ما بتونیم زندگی خودمون رو با هیچ فرد دیگه مقایسه کنیم. پس همه اینها در کنار همدیگه میتونن عامل این باشن که راهکار ارائه بدیم. ولی در آخر میگم عامل اصلی که میتونه در کاهش و حتی نابودی همه این پدیده های اجتماعی که ما اشاره کردیم تأثیر داشته باشه، خود حاکمیت هستش. یعنی تغییر اصلی ما باید در حاکمیت ایجاد کنیم و همونطور که مرجان عزیز هم گفتن، مبارزه عامل اصلی ایجاد امید هستش و همه این راهکارهای دیگه ای که ما اشاره کردیم راهکارهایی هستن، راهکارهایی که میتونن در لحظه ایجاد تغییر کنن، ولی در کل ما باید اون حاکمیت رو تغییر بدیم که عامل اصلی همه این خشونت ها هستش. مرسی. واقعیت هم اینه که در مدارس همونجور که گفتین نمیشه هسته های دانش آموزی ایجاد کرد. این هسته های دانش آموزی دا بچه هایی که در واقع از لحاظ فکری آگاه ترن بتونن بچه هایی که مخصوصا مثل خاور رو که میبینن از بچه های مهاجرین هستن بیشتر تحت حمایت قرار بدن، یا بچه هایی رو که میبینن تحت فشار معلم و مثلا مدیر قرار میگیرن، اون هسته ها بتونن حمایت کنن از این افراد که بتونن، چون واقعا مسئله خودکشی لحظه است و بتونن در اون لحظه اون رو از اون فکر منحرف کنن، یعنی فکرشو به مسیر به مبارزه بکشونن، به مطالعه بکشونن، به مسیری بکشونن که در مقابل حاکمیت که تمام این فشارها رو بهش داره میاره و عاملی هست برای خودکشی پیشگیری کنن. و همونجور که در مورد رسانه هم گفتی، کاملا ما نیلوفر حامدی رو داریم، الهه محمدی رو داریم که در زندان به صرف مثلا رسوندن یک خبر چه نقش تعیین کننده ای رو داشتن. همونطور که در واقع وقتی یک نفر در تونس میمیره خودشو آتیش میزنه، به دنبال آتیش سوزیش ما میبینیم در یک جامعه اصلا انقلاب صورت میگیره. کاری که الهه محمد در واقع نیلوفر حامدی کرده بود با پخش خبر ژینا، در واقع تونست جامعه رو به حرکت وادار کنه و این نقش رسانه بسیار حائز اهمیته. ولی اینجا ما بپردازیم، چون زمانم بسیار محدود داریم، یه مقدار به زمان توجه بیشتری داشته باشیم. اینکه همونطور که میدونیم فقط مسئله خودکشی نیست، من در صحبتام گفتم ما در یک ماه 160 اعدام داشتیم و همین الان در حال حاضر ما 46 نفر نیروی فقط سیاسی که در واقع آمارش رو داریم که حکم اعدامشون صادر شده و در زندان دارن به سر میبرن، که هر روز امکان داره این رژیم اینا رو به در واقع تناب دار رو به گردنشون آویزون کنه. ما برای این که، یا مثلا همونجور که تو صحبتام گفتم، نیروی زنی داریم که دائما رژیم اصلا بدونه، یعنی حداقل کلمه بقی طبق قانون خود جمهوری اسلامی معنی و مفهومی داره، بدون گرفتن اسلحه در دستشون اونا رو به اعدام و به بقی بودن متهم میکنه و حکم اعدام میده.
خب مرجان، همونجور که گفتم شما خودت تو زندان بودی، مسئله میدونم از این اعدام ها بسیار زیاد شبانه نشستین و فقط تکتیرهایی که در دهه 60 زده میشد و تکتیرها رو میشمردین، ولی میخوام ببینم الان نظرت برای این چیه، برای پیشگیری، یعنی در واقع چه وظایفی نیروها دارن برای پیشگیری این مسئله، همونجور که نظراتتون رو در مورد خود پیشگیری است برای خودکشی مطرح کردین، در مورد این چه باید بکنیم؟ خیلی سریع به خاطر وقتی تنگنای وقتی که گفتی، ببین من اول فکر میکنم که مسئله اعدامم مثل حجاب اجباری بخش ایدئولوژیک این رژیم هستش، یعنی اساسا بدون قصاص، بدون اعدام هم نوع قصاص دیگه، در واقع بدون قصاص در شرع شیعه اثنی‌عشری هستش. بنابراین من به عنوان یک هویت ایدئولوژیک این رژیم در نظرش میگیرم که به هر حال در برابر مبارزات مردم، زنان، مردم، همه مردم، به هر حال این قصاص رو داره وجرا میذاره، عملی میکنه. و ما الان با اعدام، همطور که اشاره کردی، تازه ما اعدام کسانی داریم که سیاسی نیستن و هر هفته هر روز دارن تعداد زیادی از اینا رو اعدام میکنن. بعد اگر تاریخچه اعدام رو در از سال 57 در همین جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، غیر از اون مدرسه پشت مدرسه رفاه، بعد شما به اعدامهای در ملای آن میرسیم که به هر حال مردم رو میابردن یا بالای یک کسی رو میابردن بالای جمعصغیر یا تو میدونهای بزرگ شهر. و بدبختانه من میتونم بگم و متاسفانه من میتونم بگم که در اون زمان مردم میرفتن تماشای صحنه جون کندن یک انسان، یعنی در واقع انگار انسانیت رو از انسان گرفته بودن اینها. و الان نمیخوام حالا به اون شرایط برگردم، ولی ما در دهه 60 اصلا آمار اعدام ها مشخص نیست، هزاران هزار نفر رو اعدام کردن. سال 67 هم من در زندان بودم، هم خودتو در زندان بودی، ما هزاران هزار نفر رو در سراسر ایران نسل کشی کردن. در واقع این رو باید گفت، ولی من فکر میکنم که شرایط خیلی تغییر کرده. در اول صحبتام هم گفتم ما دیگه در تو دهه 60 نیستیم، یعنی مردم از نظر رشد و آگاهی دیگه تو دهه 60 و 70 و حتی دهه 80 هم نیستن، آگاه تر شدن به یه سری از مسائل نه تنها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اعدام هم همینطور دیگه. الان سال هاست که نمیتونه بیا در ملای عام اعدام کنه و این خودش یک گام به پیشه. اما به نظر من جنبش نه به اعدام گرچه دیر شروع شد، گرچه 45 سال تقریبا طول کشید، ولی شروع شده و باید از این جنبش حمایت کرد، باید اون رو به قول شهلار رسانه‌ایش کرد. و ما الان در حال حاضر توی 39 تا زندان سه‌شنبه های نه به اعدام داریم، یعنی زندانیان سیاسی در دل سرکوب دارن مبارزه میکنن علیه اعدام. و تقریبا حدود دو هفته پیش هم تعدادی نسبتا قابل ملاحظه از مردم، زن و مرد و جوان و پیر، رفتن جلوی مجلس و فقط با شعار اعدام نکنید، نه شعار دیگه ای، فقط با
و شعار اعدام نکنید رفتن و جلوی مجلس. من فکر میکنم که باید با توجه به اینکه خانواده های زیادی بچه هاشون از دست دادن، اعدام شدن، چه سیاسی چه عادی، زندانی عادی به قول معروف، و اینا تو هر محله هستن، توی هر شهری هستن، باید اینها رو سازماندهی کرد توی محلات، با خانواده های اینها تماس گرفت. اینها به قول معروف اون زمینه اصلی برای برچیدن مسئله اعدام است. البته من فکر میکنم تا زمانی که این رژیم در کار هست و در قدرت هست ادامه خواهد داشت، ولی ما میتونیم از طریق سازماندهی محلاتی، خانواده ها و همین راهپیمایی، هرچند محدود بود جلوی مجلس، میتونیم و با توجه به اینکه زندانیان سیاسی تو زندان دارن رو این مسئله مبارزه میکنن، میتونیم محدودش کنیم. الان وریشه مرادی هستش، پخشن عزیزی هستش، 6 نفر از بچه های اکباتان هستن و فقط اینا هم نیست، مجاهد پرپور هست، عباس دریس هست، حالا نمیتونم وقت نیست همه رو اسم ببرم. همونجا که گفتم 46 نفر از بچه های اومده. اگر بشه توی محلات و با این خانواده ها و با زندانیان سیاسی یک هماهنگی باشه، یک همبستگی باشه که در اول صحبت هم گفتم، شاید ما بتونیم از تعداد اینها بکاهیم، وگرنه تا زمانی که این رژیم در قدرته این ابزار یکی از ابزار سرکوبشه اعدام و به عقب رژیمن و عقب نشستن مبارزات مردم. مرسی، دست در نکنم. شهلا بشنویم، فقط در چیزش زمانم در نظر داشته باشم. حتما. خب من خیلی وقتی در مورد اعدام ها صحبت میشه خیلی متاثر میشم، چون دوست عزیزم فریشه مرادی الان حکم اعدام گرفته و در طی چند روز گذشته هر روز در مورد ایشون که صحبت میشه شاید من خیلی سختم هستش در موردش صحبت بکنم، ولی این یک واقعیت هستش که دوستان ما تک تک دارن به جرم اونچه که هستن، مثلا بریشه مرادی به جرم زن بودنش، به جرم کرد بودنش و به جرم آزادی خواه بودنش الان زیر تیغ اعدام هستش، پخشان عزیزی همینطور و همه زندانیان سیاسی که الان در زندان‌های ایران دارن مبارزاتشون رو ادامه میدن، به دلیل اونچه که هستن دارن این ظلم و ستم رو قبول میکنن و ما در بیرون از زندان باید صدای اونها باشیم، ما باید بتونیم صدای اونها رو به مجامع بین‌المللی برسونیم. البته در این زمان کوتاهی هم که هست ما اشاره کنیم به اینکه سانسوری که وجود داره در مورد برخی از اعدام ها، مثلا 4 زندانی سیاسی عرب الان در طول چند هفته گذشته در سلول انفرادی بودن و عملا خانواده هاشون ازشون اطلاعی ندارن و خانواده ها دم در زندان ها هستن، کمترین خبر رو ما در مورد ایشون میشنویم، رسانه ها کمترین اهمیت رو به این خبر میدن، در عوضش اونچه که میخوان رو بولد میکنن و در موردش صحبت میکنن. مثلا در مورد بریشه مرادی خب خبرش رو منتشر کردن بعضی از رسانه های جریان اصلی، ولی کمترین تحلیل رو در مورد اینکه چرا باید یک زندانی سیاسی کرد که به قول خودش که گفت وقتی با در رژاوا با داعش میجنگیدن اونا سر میبریدن و الان جمهوری اسلامی سر به دار میکشه و چرا باید واقعا همچین چیزی وجود داشته باشه، چرا باید رسانه ها سکوت کنن در این مورد، ما باید بیشتر اطلاع رسانی کنیم، ما باید با پافشاری که داریم بر اینکه این افراد زندانی سیاسی هستن و ما باید صدای اونا باشیم، رسانه ها رو وادار کنیم به اینکه در مورد اونا اطلاع رسانی کنن و همینطور
مجامع بین المللی که میتونن تاثیر داشته باشن. وقتی که حکم اعدام شریف محمدی اومد، بعد از این که ما دیدیم که اعتراضاتی صورت گرفت، نهادهای کارگری به ویژه در کشورهای مختلف از شریف محمدی حمایت کردن، اونا ناچار شدن حکم اعدامش رو لغو کنن، هرچند که ما نمیدونیم که چی در دادگاه دیگه در انتظار ایشون هستش، ولی این امید رو داریم که حکم اعدام ایشون لغو شده و پس میتونیم با اطلاع رسانی بیشتر. مجاهد کورکور ما انتظار داشتیم که همون دوران اول که برخی از معترضین دیگر رو اعدام کردن، ایشون رو هم اعدام کنن، ولی اطلاع رسانی که صورت گرفت در مورد ایشون و حمایت‌های جهانی که صورت گرفت، اونا رو وادار کرد که حکم اعدام رو فعلا اجرا نکنن یا در مورد بسیاری بله در مورد بسیاری از معترضین هم ناچار شدن که حکم اعدام رو لغو کنن. همون دو تا دکتر که همسر هم هستن، الان ما میبینیم که در زندان هستن، ولی حداقل ما میتونیم که صدای اونا باشیم و همونطور که حکم اعدام همه اونا لغو شده، حکم اعدام وریشه و پخشان و همه زندانیان سیاسی دیگه‌ای که وجود دارن رو ما میتونیم با اطلاع رسانی بیشتر، با ارتباط با نهادهای بین‌المللی و از طریق مختلف میتونیم این احکام رو حداقل ما لغو کنیم. هرچند که خواسته ما باید بیشتر از این باشه. خواسته ما، من همیشه میگم، خواسته ما باید تأکید بر آزادی کامل زندانیان سیاسی باشه. ولی در چنین شرایطی فعلا مبارزه ما باید مرحله به مرحله باشه و چون جان همه این زندانیان سیاسی در خطر هستش، پس لغو حکم اعدام فوری و ضروری هستش و ما باید در این راستا حرکت کنیم و کار کنیم. البته در مورد همه زندانیان با هر جریمه‌ای که وجود داره، جرایم عادی که الان دارن هر روز ما شاهد اعدام هستیم، اونا دارن عادی سازی میکنن مسئله اعدام رو، مسئله خشونت رو در جامعه. وقتی هر روز مردم سکوت میکنن در مورد اعدامی‌های جرایم عادی، در حالی که ما میدونیم که افرادی که دارن قربانی میشن واقعا در مواد مخدر و اینا شاید کمترین نقش رو داشته باشن، حتی اگر نقش رو دارن کمترین نقش رو دارن، چون خود نهادهای امنیتی دارن سازماندهی میکنن این کار رو. پس اونا چرا نباید پاسخگو باشن در مورد اون چه که دارن انجام میدن، ولی دارن مردم عادی رو قربانی میکنن. ما چون به حکم اینکه من روزنامه نگار هستم، با خانواده های دیدار داشتم که خودشون میگن که بچه ما اصلا از اون مسئله که براش پاپوش درست کردن اطلاعی نداشته، خود نهادهای امنیتی پشت این مسئله بودن، ولی بچه های ما قربانی هستن در این مسئله. چون همه اراذل و اوباشی که الان در جاهای مختلف ایران وجود دارن حمایت میشن از طرف نهادهای امنیتی و همه افرادی هم که دارن اعدام میشن در واقع قربانی هستن. هرچند حتی اگه با هر جرایمی که در زندان باشن، هیچ فردی حق این رو نداره که زندگی رو از فرد دیگه ای بگیره. و وقتی حکومت این کار رو انجام میده، یعنی قتل عمد حکومتی هستش و ما نباید قبول کنیم. و وقتی این رو قبول میکنیم، اونا هم عادی سازی میکنن این خشونت رو. و وقتی حکم اعدام زندانیان سیاسی هم، مثلا من این رو به عنوان نمونه اشاره کنم، در بسیاری از اعدام هایی که در طول چند سال گذشته اعدام زندانیان سیاسی صورت گرفته، نه به حکم بغی یا محاربه بوده، بلکه شاکی خصوصی برای اونا ایجاد کردن که مثلا خانواده فلان سپاهی یا فلان بسیجی اومده گفته، همینطور که الان در پرونده اکباتان هم میبینیم که اینجوری هستش، خانواده هایی که طرف حکومت هستن رو شاکی میارن به عنوان شاکی خصوصی، که در این شرایط دیگه اون زندانی نمیتونه، حتی به عنوان زندانی سیاسی هم شناخته نمیشه و افراد نمیتونن کار زیادی براشون انجام بدن و به عنوان یک فرد که قصاص حقشه اونا رو اعدام میکنن. پس ما وقتی سکوت میکنیم در مورد اعدام جرایم عادی، در واقع مشروعیت میدیم به اعدام افراد سیاسی و ما باید یک واکنش و یک موضع داشته باشیم در مورد همه اعدام ها و علیه هر گونه خشونت حکومتی باشیم که داره ترویج میده در جامعه و به امید آزادی همه زندانیان سیاسی که الان دارن مبارزه میکنن در زندان ایران.
مرسی. وقت ما خیلی وقت تمام شده، ولی پایان سخن اگه چیزی دارین فقط یک لحظه چند ثانیه میتونیم گوش بدیم. من صحبتی ندارم. مرسی. مرسی از حضور هر دو شما در این گفتگو. امیدوارم، یعنی آرزوی من برای اینه که بتونیم هرچه زودتر همه زندانیان آزادی، همه زندانیان سیاسی رو ببینیم، به خصوص همونطور که گفتی مرحله اول لغو حکم تمام اعدامیایی که در زندان هستن. بینندگان گرامی تلویزیون برابری، تلویزیون برابری صدای بی صدایان و پژواک همه جنبش‌های اجتماعی مترقی برای دستیابی به آزادی، برابری و حمایت از عزم مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است. همبستگی بین‌المللی با همه جنبش‌های مردمی در سراسر جهان و همچنین بازتاب اندیشه‌های مترقی برابری خواهانه و سوسیالیستی بخشی جدای ناپذیر از اهداف تلویزیون برابری محسوب می شود. نقل نظر و پیشنهادات شما بینندگان گرامی بیشک ما را در بهبود محتوا و شکل برنامه ها یاری می رساند. همچنین مشتاق دریافت اخبار و گزارشات نوشتاری، صوتی و یا تصویری شما هستیم. شما می توانید از دو طریق با تلویزیون برابری تماس بگیرید. شماره واتساپ 2044-73-99-53-17-22، ایمیل آدرس info@tvbarabari.net. مشخصات ماهواره و شبکه 24 ساعتی تلویزیون آلترناتیو شورایی، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست. ماهواره یاسد فرکانس 12594، پولاریزاسیون عمودی سیمر رید 27500، FIC 3 خط مبرق 2. غیر از پخش ماهواره‌ای می توانید برنامه های تلویزیون برابری را در سایت ها، شبکه های اجتماعی و آرشیو برنامه های آن مشاهده کنید. مشخصات شماری از این شبکه ها عبارتند از وبسایت تلویزیون برابری www.tvbarabari.net، کانال یوتیوب برابری برابری فاصله تیوی، کانال تلگرام تلویزیون برابری تیوی، حساب کاربری توییتر برابری تیوی، اینستاگرام برابری برابری 2020، فیسبوک برابری برابری فاصله برابری. لطفاً اگر برنامه های تلویزیون برابری مورد پسندتان واقع شد، آن را به اطلاع دوستان و آشنایانتان برسانید. سپاس از توجه و همبستگی شما بینندگان گرامی.